برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. وزیر کشور ترکیه از حمله تروریستی انتحاری در ورودی اداره کل پلیس آنکارا خبر داد. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، علی لیکایا وزیر کشور ترکیه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد حوالی ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز یک شنبه دو تروریست با یک خودروی تجاری کوچک در مقابل ورودی اداره کل پلیس آنکارا بمب‌گذاری کردند. وزیر کشور ترکیه در ادامه نوشته است یکی از تروریست‌ها خود را منفجر کرد و دیگری از پای درآمد. وی در رابطه با تلفات ناشی از این حمله نوشته است در این حمله تروریستی دو مأمور پلیس به دلیل آتش سوزی به صورت جزئی مجروح شدند. مؤسسه منابع جهان در گزارشی اعلام کرد کمبود آب سالم حدود 6 میلیارد نفر در جهان را تا سال 2050 تهدید می‌کند، به طوری که به ویژه کشورهای منطقه جنوب صحرای آفریقا و خاورمیانه در معرض تنش آبی شدید قرار دارند و کشورهایی در اروپا از قبیل ایتالیا، اسپانیا و بلژیک با مشکل کم آبی مواجه هستند. در گزارش این مؤسسه آمده پیش بینی می شود خطرات ناشی از کمبود آب به دلیل عوامل عرضه و تقاضای آب نظیر افزایش تعداد جمعیت، توسعه اقتصادی مبتنی بر منابع و گسترش خشکسالی ها که تغییرات آب و هوایی بر شدت آن می افزاید تشدید شود. کتاب بدانید من فاطمه هستم که پیشتر توسط انتشارات موعود عصر به چاپ رسیده بود به تازگی با همراهی این نشر توسط انتشارات کتاب جمکران منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب که توسط واحد پژوهش مؤسسه فرهنگی موعود عصر گردآوری شده با بهره‌گیری از حدود 130 منبع شیعه و اهل تسنن تلاش کرده مطالبی جامع از طول زندگانی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها جمع‌آوری کند تا کتابی به نسل کامل تا کتابی به نسبت کامل و مفید برای مخاطبان علاقمند و آشنایی با یگان سرور زنان دو عالم فراهم کرده باشد.